میام به کربلا، به روز اربعین میون جمع عاشقام، به سمت مرقد حسین میام با این نوا، یا صاحب الزمان آقا جونم بیا بیا. عجب صفایی دار وقتی میرسی حرم، تو حال خستگی کمی شبیه زینبه، قسم میدم به حق ام زینبت آقا که بهترین دعا، قسم به حق زینبه. اربعین سید الشهدا استثنایی ترین فرصت درخواست امام زمانه، به دو دلیل: یک، عظیمترین اجتماع شیعیان امیر المؤمنینه، همه محبین جمعن اونجا، ید الله مع الجماعه. یه مثال ساده میزنم، مثال ها اصلا قابل مقایسه نیست. شما یه رئیس جمهورم هر کجای عالم بخوای انتخاب کنی، باید متقاضی داشته باشه، باید مردم بخانش، بیان تبلیغات کنن براش، رأی بهش بدن، بیاد سر کار. تازه اون رئیس جمهور مسئولیت یه قسمت کوچولی از دنیا رو بهش میدن. حالا شما میخوای یه فرمان روا برا کل هستی از خداوند تقاضا کنی، حاجت بزرگه، تقاضام باید بزرگ باشه. اینجا همه جمعن، این یک. دوم، ویژگی منحصر به فرد، این اجتماع عظیم منتهی میشود به بلند مرتبه ترین مکان استجابت دعا، که همانا قبه مقدسه ابا عبدالله الحسین علیه السلام. چن زیاد دعا کنید برا فرج، که این دعا گشایش شماست، چه جایی بهتر از کنار قبر بی کفن، که برترین زمین هم زمین کربلا. خداوند در عوض شهادت ابا عبدالله الحسین علیه السلام چند چیز به ایشان عنایت فرموده که به احدی نداده، حتی پیغمبرش، که یکی از این موارد استجابت دعا زیر گنبد نورانی سید الشهدا است. اهمیت این موضوع تا جاییه که خوب دقت کن، حتی بعضی از ائمه معصومین در شدائد تو گرفتاریاشون افرادی رو میفرستادن اونجا، میفرستادن زیر گنبد سید الشهدا اونجا دعا کنن تا اون مشکل برطرف بشه. امام معصوم، حالا ببین کجا داری میری و چی باید از خدا بخوای. یقین دعا برا فرج ایار ناکراز، خوشا به حال اون که یاد صاحب عزاز. حالا اگه میخوای امیر المؤمنین علی علیه السلام شفاعت تو رو کنه، اگر شفاعت حضرت صدیقه سلام الله علیها رو میخوای، اگر میخوای موقع مرگ به شما مژده بدن که با شما به آرامی رفتار خواهد شد، اگه میخوای از تشنگی روز قیامت در امان باشی، اگه میخوای ثواب شهادت در رکاب رسول الله صلی الله علیه و آله رو پات بنویسن، دقت کن، اگه میخوای اسمتو جزء خونخواهان سید الشهدا قرار بدن و 80 مورد دیگه در کتاب شریف مکیال المکارم فی فواید الدعاء للقائم، اگر طالب نگاه خاص این حضرات معصومین هستی، اینجوری نیت کن، بگو میرم کربلا که فرج امام زمانمو بگیرم. مولا مولا